بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعیم که قرار شد ما بحث بکنیم موضوع بسیار مهم محتویت در قرآن کریم هست. خب اجمالا میدونیم که از مهمترین مباحث مطرح در هر زمان و به ویژه در زمان ماست موضوع محتویت، که جا دارد همواره مرور بشه، بحث بشه، تحقیق و تحلیل بشه و بسیار مناسبت دارد که مبنای بحث و بررسی موضوع مهم محدبیت که آینده جهان و انسان در گرو این بحث هست، انسان به مهمترین منبع علم و معرفت که قرآن کریم هست رجوع بکنه، به خصوص وقتی که این رجوع همراه باشد با نگاه تفسیری به آیات شریفه از منظر اهل بیت علیهم السلام، از منظر اطرت. چون میدونیم این رو که در واقع اولین مفسر قرآن کریم، کلام الهی، خود ائمه اهل بیت علیهم السلام هستند. اهل بیت مفسرین و مبینین آیات شریفند، که البته این مغایرتی هم ندارد با تفسیر عقلی قرآن کریم، و بلکه میتوانیم بگوییم اگر قرار باشد ما تفسیر عقلی از آیات شریفه داشته باشیم که مأمور به اینم هستیم، لازمش رجوع به روایات اهل بیت علیهم السلام هست، زیرا که هم قرآن کریم، متن قرآن دامن میزند به عقلانیت و تعقل، و هم بیانی که از اهل بیت در مورد آیات رسیده نیز دامن میزند به تعقل. و در همین جا باید این شبهه را رد بکنیم که فکر نکنن انسان‌ها که اگر قرار است ما برداشت تعقلی از آیات شریفه داشته باشیم لازمش اینه که دیگه به روایات نگاه نکنیم. اینطور نیست. روایات در کنار قرآن کریم عقلانیت رو تشدید میکنه، تقویت میکنه و دامن میزنه. خب حالا در رابطه با قرآن کریم که قدسی ترین و مقدس ترین متن موجود در عالم است، و بلکه میتونیم بگیم تنها متن منزل مقدس در روی زمین، فقط قرآن کریم است. یعنی دیگه غیر از قرآن شما متن منزلی که کاملا مقدس باشه و دست نخورده باشه نمیتونید سراغ بدید. کتابهای قبلی نیز مثل تورات، مثل انجیل، مثل زبور و سایر کتب منزل، هیچ کدوم الان به صورت اصلی خودش در دسترس نیست. اگر قرار است به چیزی انسان از تورات یا انجیل یا سایر کتب دسترسی داشته باشه، از طریق قرآن و روایات است. این از طریق قرآن و روایات شما میتونید متوجه بشید که مثلا انجیل چی بوده. انجیل حضرت مسیح، یعنی اون انجیلی که نازل بر عیسی ابن مریم بوده است، یا توراتی که بر نازل بر حضرت موسی ابن عمران بوده است. این طوری است. عظیمترین جواهر عالم وجود است، عظیمترین سند علمی عالم است، و جا دارد که انسان دعا بکند که انشاءالله هرچه زودتر بشریت متوجه به این گوهر تابناک الهی و این عطیه الهی بشود انشاءالله. این قرآن کریم. و اما بعد از قرآن کریم ما
وارد بحث تفسیر میشیم که خب قرآن باید تفسیر شود، قرآن باید تبیین شود. در اینجا گفته شده است به این که ما بعد از قرآن کریم با یک تفسیری روبرو هستیم که این تفسیر از جنس قرآن است، از سنخ قرآن است. یعنی همانطور که قرآن کریم منزل و مقدس است و دامن زننده به تعقل و عقلانیت بشره، تفسیری نیز وجود دارد که همین کار رو میکنه و اون تفسیر اهل بیت علیهم السلام، ائمه معصومین، از قرآن کریم است. این تفسیر هم این کار رو میکنه، یعنی بیانی که پیغمبر اکرم یا امام معصوم از قرآن داره، این بیان نیز به تعبیر اهل معرفت فرمودن میگن که این تعبیر، این بیان هم خودش منزله. یعنی چی؟ یعنی همونطور که آیه نازل میشود و نازل شده و پیامبر گیرنده آیه بوده است، تفسیر نیز که همان فهم و استنباط و برداشته میتواند منزل باشد، میتونه منزل نباشد. کمان که در تاریخ بشر هم شما نگاه میکنید میبینید که قرآن کریم به دو صورت تفسیر شده در مجموع، یا از طریق اهل بیت عصمت و طهارت، یا توسط انسان معمولی، خود انسان، البته انسانی که تابع معصوم نبوده. یعنی به اصطلاح، به قول معروف، تفسیر آزاد، ولی آزادی که در واقع اسیره، مقیده، گرفتاره. مسئله بسیار مهم اون تفسیر قدسی قرآن کریم است، یعنی تفسیری که خودش نازل شده بر قلب مبارک پیغمبر، بر قلب اهل بیت عصمت و طهارت، و راه رو برای بشر باز کرده که حالا اگه میخواهید که آیه رو بفهمید، مراد خداوند رو بشناسید، این گونه است. اگر میخواهید مراد خودتون رو نذارید تو دهان قرآن کریم، تو دهان آیه، که اون خیلی هنر نیست، اون فایده ای نداره، من حرف خودم بذارم تو زبان قرآن، خودم حرفی داشته باشم بعد میگم قرآن هم حرف من رو میزنه، این مهم نیست. مهم اینه که ببینیم قرآن چه میگوید، یعنی خداوند چه میفرماید. این تفسیر معصومی علیه السلامه که خودش یک نعمت مضاعفی است در کنار نعمت قرآن کریم. امیدواریم این مقدار برای این جلسه کافی باشد. انشاءالله خداوند قلب ما رو به نور قرآن کریم، نور معارف اهل بیت، نور امام زمان هرچی بیشتر روشن و منور بفرماید. خداوند عقل و معرفت بشریت رو افزون بگرداند. خداوند بیداری و فرج کل بشریت رو نزدیک و نزدیکتر بفرماید.